اوقات یک جمله مزخرف هم در ذهن بعضی کسات خطور میکنه و گاهی اوقات نوشته میکنه که انسانیت خود یک دین هست. من مخالف یک گپ هستم. یعنی طوری وانمود میکنن، درست است انسانیت را اسلام به ما تو درس داده، طوری وانمود میکنن گویا اگر کس انسانیت داشت، اگر اسلامیت نداشته باشه هم کفایت میکنه. در حالی ای که اگر کس اسلامیت داشته باشه و اسلامی واقعی را بفهمه، خودش انسانیت است. امیر انسانیت گفته میشه. متاسفانه که ما گاه اوقات یک جای یک همکاری را میبینیم، یک فیلم را میبینیم که در خارج از کشور، در کشورهای اسلامی، غیر اسلامی، یک کسی با یک فقیر کمک میکنه، با یک پرنده کمک میکنه، با یک چیز کمک همکاری میکنه، با هر چیزی که باشه، با یک مخلوق میگه این انسانیت. یه در اسلام هم یافت نمیشه، چون این چیز در اسلام هم وجود نداره. استغفرالله. بین ببینیم که آیا اسلامی چیزها را در خود داره یا خیر. ویژگی های اخلاق اسلامی چی هست؟ به این باورمند باشین که اگر ما اسلام را درست بفهمیم، ویژگی ها، شاخصه ها و امتیازیات اخلاق اسلامی خود را بفهمیم، باز ما میفهمیم که انسانیت واقعی، همدردی واقعی، همدیگر پذیری واقعی، اخلاق واقعی در اسلام هست. با یک تصویر نمیشه که یک پرنده را کسی یک دو چیز بده، با یک تصویر گرفتنش برش دانه بیندازه و بگیم انسانیت. اما دوج باز خانواده شناخته نمیشه. به نام پدر چیزی وجود نداره. به نام ازدواج در اکثریت ادیانشان به نام ازدواج چیزی نیست. به نام خانواده اصلا به نام خانواده چیزی مطرح نیست. یک جانب زندگیش را او هم که اکثرا ما در تصاویر او را زیبا میبینیم، در تصاویر او ور نمی لحظه صدای مرا او کسایی که در کشورهای کفری قرار دارن هم میشنوند، اونها خبر دارن که اخلاق در اوج چه قسم است. اخلاق تنها سلام انداختن را گفته نمیشه که تنها به یک کس سلام بیاندازیم اخلاق هست. تمام خوبی های دینی یک انسان را اخلاق گفته میشه، تمام خوبی ها را. و اسلام ما تمام جوانب اخلاق را مد نظر گرفته، اعم از اخلاق انفرادی و اخلاق اجتماعی. ایتو مجمل ذکر کرده، مفصل ذکر کرده، با تمام جزئیات ذکر کرده، خلاص ذکر کرده و تمام جوانب زندگی را مد نظر گرفته. موبایل ها سکوت شد، از پهلوی سپیکرها کم دور گذاشته شد و خوب است انشاءالله. ما داخل درس که میم باز هر دو موبایل ما در پرواز زدگی می باشه، چون ما دیگه باز سیجا نباید با بیرون مصروف باشه. ببخشید، حتی گاه خلص خلص مطلق وانمود میکنه یا بیان میکنه اسلام ما، حتی در مورد فرو بردن خشم میگه والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اونهایی که خشم خود را فرو میبرن و مردم را عفو میکنن. در مورد صبر میگه انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، کسایی که صبر میکنن الله متعال پاداش اونها را بغیر حساب و بدون حساب میده. در مورد دروغ میگه که ویل للمکذبین، هلاکت وای باشه برای کسایی که دروغگو هستن یا دروغ میگن. اخلاق صحبت را به ما بیان میکنه که وقولوا للناس حسنا، با مردم به طریقه نیکو صحبت بکنین. از ای که صدایتون میگه خیلی بلند نباشه در مقابل یک انسانهای بزرگ که در مقابل شما قرار میگیره، پدر شما، مادر شما، استاد شما. و ضد من صوتک، یا صحابه را توصیه میکنه یا ایها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، در مقابل صدای پیامبر صدایتون رو بلند نکنین. آداب رفتاری رو به ما آموزش میده، وقصد فی مشی، در رفتارتون خیلی تواضع و خیلی میانه روی رو رعایت بکنین. حتی برای ما یادآوری میکنه که در مسیر را رفتنتون یا در روش را رفتنتون متکبرانه را نروین. ولا تمشی فی الارض مراحا، میبینیم کلش اخلاقیات هست، اخلاق فردی و نمود. برای گشت و گذار ما هم، برای قدم زدن ما هم اسلام یک حد تعیین کرده که قسم قدم بزنه فردی. اخلاقیات اجتماعی را مد نظر گرفته که میگه برای ما همه مؤمنین را من حیث یک خانواده فرض کرده، میگه انما المؤمنون اخوه، من حیث یک خانواده. اللهش میفرمایه یا ایها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. اخلاقيات هست تمامش، مردم مسخره نکنم،
زنها دیگه زنها را مسخره نکنه، غیبت گفته نشوه، بدی های کس گفته نشوه، کسی ملقب به یک لقب زشت نشوه، یکی دیگر عیب جویی نکنه، یکی دیگر بد نگوین، یکی دیگر زشت نگوین، پشت یکی دیگر نسبت به یکی دیگر بدگمان نشوین، تمامش اخلاقیات است. این الله میگه، الله ای دین. در مورد همکاری و تعاون علی البر و التقوی و لا تعاون علی الاثم و العدوان، در مورد ایثار و فداکاری، و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اینها ایثار میکنن اگر خودشان نیازمند به او چیز باشن. یعنی دین سراسر اخلاق هست، سراسر خوبی ها هست. ای که ما خوبی ها را در دیگه جاها غیر اسلام جستجو میکنیم، اشتباه ما هست.